اگه کیف نارنجی هم برمی‌داشت خیلی عالی می‌شد. اینا بلد نیستن لباس بپوشن. درست نمیگم عزیزم؟ آره عزیزم حق با توه. این خراب شد. بعدن درستش میکنم. میگم سه روز دیگه، ببین پنج، نه سه روز دیگه خبر خیلی خوش برات میارن. این خبر مثل یه ماه تو خونت میدرخشه. ببین اینجا یه اسبی هست، یعنی اسب مراده، یعنی یه چیز بزرگ در انتظارته. دختر نکنه بچه ای تو راه. وای دروغ، این حرفا چیه؟ نه ببین اینطوری نمیشه. تو یکم افسرده شدی. اینجا رو نگاه کن. ببین اینجا داری گریه میکنی ولی از خوشحالیه. خیلی خوب، برو اینو بشور. نه دیگه کافیه، بسه دیگه. خواهش میکنم این کارو نکنین. نمیتونم شما رو اینجوری رها کنم و برم کاری آرشگریمو انجام بدم. چرا؟ چون یه دلخوری هست. اگه جای دلخوری باشه من اونو حلش میکنم. کامران خان ببینید، من با شما تازه آشتی کردم، خیلی زیاد به این موضوع دیگه گیر ندیم، کار دارم. موهای منم ول کنین و دست از سرم بردارین، بریم. این همیشه همینطوریه، همیشه ناز میکنه. تعادل روانی نداره که یه لحظه خشم یه لحظه محبت مثل برادر زادشه. خودت تعادل نداری پیرزن. نه خیر خانم، چه پیری؟ اینجوری نگو، شما میان سالین، تازه اول راهین، حتی نه شما جوون و بانمکی. فهیمه خانم، امینه خانم از شما بزرگترم، پس شما باید از ایشون معذرت بخواین. زود باشین آشتی کنین، این دلخوری‌ها تموم بشه. نه خیر آقا، من نمیخوام باهاش قهرم. نه خیر آقا، من باهاش قهرم. نه خیر خانم، قبول نمی کنم. شما جوون هستین و نمیتونین قهر کنین. اصلا این منم که با شما قهرم. خواهش میکنم دیگه با من حرف نزنین. نگامم نکنین. حیات خانم بفرمایین. آقا مراد، راستش من منتظر عشقم بودم، آخه اینجا باش قرار گذاشته بودم. عشقتون از این قرار خبر داره؟ باید باشه، چون این پیشنهاد خودش بوده. من یادم نمیاد چنین پیشنهادی داده باشم. در ضمن یادم نمیاد که چنین پیشنهادی هم بهم داده شده باشه. باشه، پس من پیشنهادم رو میدم. ساعت کاری تموم شده، نظر چیه یه شام خوشمزه با هم بخوریم؟ متاسفانه از قراره ثانیه آخری خوشم نمیاد، برای همین نمیتونم بیام. اگه شما اخلاقی خاص داری خب منم دارم. کشش نده دیگه. چی کار کنم؟ کاری که بام کردی و فراموش کنم بپرم تو بغلت؟ مگه چی کار کردم؟ مگه خودت نگفتی کارو ازش جدا کن؟ آره؟ گفتم کار جدا، عشق جدا، ولی نگفتم کل روز منو تغییر کن. آقا مراد، فکر کردم خوشت میاد فیلم بازی کنیم. شیفته فیلم بازی کردنت شدم حیات. اما من فیلم بازی نمی کنم. اما من اینجوری فکر نمی کنم.
خیلی ممنون دروک، خیلی روز خوبی بود. هر وقت خواستی بهم بگو. در ضمن من ازت ممنونم، خیلی خوش گذشت. تمام مشکلاتم تموم شد. چه خوبه که هستی دوستم. تمام همینطور دوستم. خب دیگه من برم، فردا با هم حسابی حرف بزنیم. ایپک، تو انگار یکم اخمات تو همه، یکم ناراحتی، قیافت تو همه، چی شده؟ آره، وقتی یه مرد فقط به خاطر خودخواهی با یه زن بدرفتاری میکنه من واقعا خیلی ناراحت میشم کرم. آه، تعریف کن، من گوش میدم. همین مراد دیگه، همخدمتیت جانم، با حیات بدرفتاری میکنه، اذیتش میکنه. آه، چرا؟ دعوا کردن؟ نه، دعوا معوا نیست. حیات به مراد گفته تو محیط کار یکم فاصله رو حفظ کنیم که نگن این دوست دختر رئیس و از این حرفای مسخره. مرادم بزرگش کرده و لش کرده که پیش همه تحقیرش کرده. این کارا دیگه یعنی چی آخه؟ این کارا چیه؟ این کارا یعنی چون که مراد خیلی وقت رابطه خوبی نداشته، شاید نتونسته باهاش کنار بیاد. این دوتا تازه دیروز به هم دیگه اعتراف عشقی کردن، الان باید برن یه رستورانی چیزی با هم حرفای قشنگ قشنگ بزنن. اینطوری که نمیشه بابا. خب برن، باید یکم با اینا حرف بزنیم. ردیفه، این کار خودم حلش میکنم. واقعا میگی؟ آفرین کرم، تو یه شیر پسری. شیر پسرم آره، ولی تا حالا نشدم که بهم بگی دوستت دارم. همش دارم به آسمونا نگاه میکنم که نکنه رو ابرا برام نوشته باشی دوستت دارم. خیلی خب، حالا گیریم که نوشتم. بعد تو میخوای چی کار بکنی؟ میخوای بری گل بچینی؟ میخوای از فردا بریم با هم دیگه دریا، نمیدونم رو ساحل بنویسیم، یا اینکه بریم بالا رو کوه ها بنویسیم؟ ها؟ میخوای هر 5 دقیقه بری پیام بدم؟ میبینی یک هفته تحمل کنی؟ فکر میکنی راحت بریم؟ خسته شدم، میخوام یکم راه برم بابا. قسم میخورم این دوست دختر نیست، یه اژدهای تربیت نشده. ایپک، وایسا، اومدم.